نجیب فیضی مهمون من هست در بی بی سی فارسی. نجیب یوتیوبر افغانه و ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر کرده بسیار معروف شده. یک برنامه هم که جدیدن راه انداخته در یوتیوب اسمش چای با نجیب هستش، ولی امروز اینجا در بی بی سی فارسی قرار من بهش چای بدم و من ازش سوال بپرسم. اینم چای شما. واقعا بسیار افتخار میکنم. خواهش میکنم. خب یکم از خودت بگو نجیب، از اینکه چی شد که این ویدیوها رو در یوتیوب گذاشتی، این استایل رو پیدا کردی و به نوعی چقدر میبیننت؟ خب نجیب فیضی هستم، از افغانستان، از کندهار هستم. تقریبا مدت 7 ساله به جرمنی زندگی میکنم دیگه، 20 سالم است. زیاد با میکاپ و آرایش و دانس و این چیزا زیاد علاقه داشتم، دیزاین مثلا علاقه داشتم ازم خوردی و من دوست داشتم این تالنتی که دارم با مردم نشون بدم. خب از برنامه چای با نجیبت بگو، کسایی رو دعوت میکنی، اینفلوئنسرهایی رو دعوت میکنی که بیشتر زن هستن، زنهای افغانی هستن که اونها هم یک کاری رو که تابو هست در جامعه افغانستان انجام میدن و تو میای با اینا صحبت میکنی. از کی شروع کردی این برنامه رو در یوتیوب واسه خودت درست کردن و مهموناتو چجوری انتخاب میکنی؟ اول خب مثلا زتا چلا مثلا اوتو کسار وقت نمیده که مثلا بیاد در مورد حقیقت های زندگی گپ بزنن، راحت در مورد همه چیز گپ بزنن. حقیقت هایی که واقعا است و مردم در مورد شرف نمیزنن، هیچ برنامه مثلا حتی بی بی سی آمده نیست که مثلا اونا مثلا دعوت کنن و در موردشان گپ بزنن. با مخاطر من در برنامه خود دعوت میکنم و در مورد حقیقت هایی که اصلا میخوام حرف بزنم، راحت همه چیزی که اتفاق افتیده راحت میتونن به دل راحتی به دل جایی میتونن حرف بزنن. مثلا چی؟ مثلا در مورد سکسوئل، مثلا یعنی که همجنسگرا هستن، ترنس هستن، خانمایی هستن که عمرشون تجاوز شده بود، شعارهایشون رو اعلام دادن، شعارها مثلا خانمایی هستن که مثلا هیچ وقت مثلا اتفاق بعد که در زندگی شفتی بود در موردش حرف نزدن و اون ما دعوتشون میکنم در برنامه، من چانس میدم که در مورد حقیقت زندگی خود حرف بزنن. چقدر این برنامه ها دیده میشه؟ چقدر مخاطبای تو بهت بر میگردن؟ واکنش هاشون آیا مثبت بوده همیشه به خاطر اینکه یک چیز جدیدی رو باهاشون در میون گذاشته، یا نه به خاطر اینکه تابو هست مسائلی که صحبت میکنی برای اونها در افغانستان یا در کامیونیتی ال جی بی تی ها؟ برخورد ها چجوریه؟ این برنامه من در یوتیوب تقریبا 400-500 نه تنها فقط در یوتیوب، در فیسبوک و همچنین در اینستاگرام میبینن، بعد وقتا در تک تاک هم شیر میشه، فقط سانه که جالب است شیر میشه و یادت از مردم بد میبرن، دوست ندارن که در چون مردم افغانستان هنوز آماده نیستن که حقیقت هایی که دارن در مورد همجنسگرایی، ترنس و چیزا حرف بزنن و یه چیز وقت میگم بعدشان میرن، یادتر از وقتاشون پیجای من بلاک کردن، ویدیو ریپورت کردن و نمیخواد در موردش حرف بزنن و من میگم نه، برام مهم نیست، یه حقیقت هست، یه باید شما بشنوین و باید بر شما یه چیز عادی باشه. خودت وقتی که با آرایش جلوی دوربین یوتیوب خودت میشینی و صحبت میکنی با مخاطبینت، به اون چه واکنش هایی نشون دادن؟ میگن نه، یک مرد نمیتونه آرایش کنه، یک مرد نمیتونه این رقمی که من زندگی میکنم، لایف استایل دارم، نمیتونه این رقمی باشه. تو مرد نیستی، نامت هم مرد نگی، ما وجودی نیستم مثل خودواری و من برشان نمیگم که پایان من مردمی هست که یعنی من میگم که هر رقم مرد وجود داره، مرد میتونه هر رقم باشه، آرایش کنه، لباس بپوشه، استریت باشه، ولی شما نباید همگی یک رقم ببینین و فکر کنین که همه مردای اینجوری هستن. چقدر صحبتهایی که تو میکنی از نظر جامعه LGBT افغان ها قابل پذیرش هستش؟ چون بسیاری از اونها به خاطر اتفاقها یا نوع نگرشی که در فرهنگ افغان ها وجود داره راحت نمیتونن در مورد خودشون، حسشون یا حتی مدل لباس پوشیدن خودشون تصمیم بگیرن در جامعه صحبت کنن یا به نمایش بذارن. از وقتی که من به اینترنت آمدم زیادتر از همجنسگرا و ترنسا بر من پیام ماندن و تشکری کردن، بعدشون واقعا گریان کردن و به من گفتن که مثل تشکر که یک کس آماد
و در مورد ما یعنی از ما حمایت میکنم و زیادترشون هم میخواید در برنامه ما بیاین حرف بزنن، در حالی که اصلا من شوک شدم چرا قبلا یکم آماده نبود، الان همه میخواین بیاین حرف بزنن و همه حالا عکس خود شیر میکنن، فیلم خود شیر میکنن تو سوشال میدیا آرایش میکنن، چون که دیدن که وقت نجیب مردم پذیرفتن و اونا را این جرأت کردن. موضوعی که میخوای در موردش صحبت کنی روی یوتیوب چه جوری انتخاب میکنی؟ چیزی که مردم افغانستان در موردش حرف نزدن، او وقت ببینم چیزی که داره در موردش حرف نشده او وقت ما بگم اوکی این تاپیک و یا این تیما یا این داستان بر ما جالب است و میخوام در موردی انترویو داشته باشیم. دوست داری تأثیر کاری که میکنی در جامعه افغانستان در نهایت چطور باشه؟ چه هدفی رو برای خود در نظر گرفتی؟ من همین رقم ادامه میدم، مردم باید اگر مشکل نداره، مثلا نمیخوام که مثلا مردم قبول کنن، حداقل مشکل نداشته باشه، حداقل بمانن که ما و دیگرا راحت زندگی خود کنیم. من این هدف دارم و هدف آخرم که باید مردم با این مشکل نداشته باشم. تا حالا شده که با تو در خیابون هم برخوردی بکنن یا بهت یه کامنتی بدن در مورد کارهایی که تو روی اینترنت انجام دادی؟ چرا یک دفعه سی تا پسرا تقریبا زیر 18 سالشون بود آمد یک گفت که میخوام تو لبم دست بزنم، تو لبم میخواد دست بزنم، گفتم که نه، با موش تو چشمم زد که چشم کمک کبود بود. من فیلمم گذاشتم تو اینستاگرام فیسبوکم هست، رفتم شکایت کردم به پلیس. اتفاق زیاد افتیده که زیادتاشون به من فاش داده یا مثلا تیلایم کرده، جو تیکل کرده یا فیشیم کرده و من خواستم هر دفعه برم شکایت کنم بخاطر که دلم به حال اون میسوزه. من نمیخوام که بخاطر من یک ضرر ببینه، چون من اون رو درک میکنم، چون تو جامعه افغانستان اولین بار است کسی تو اینترنت میاد این چیزا نشان میده، آدم باید درکشون کنم. این اتفاق برای تو در آلمان افتاده نه در افغانستان؟ تو آلمان اولیام نیک یک دفعه تقریبا 5-6 دفعه اتفاق افتاده برای من. از چند سالگی از افغانستان خارج شدی؟ من تقریبا 12-13 سال بود که از افغانستان بیرون شدم. این مسیر چطور طی شده تا رسیدی به آلمان؟ من با خواهرم از افغانستان آمدم بیرون شدم و تا ترکیه، از ترکیه با خواهرم جدا شدم. تقریبا سفر من کلان یه سال طول کشید. نجیب تو را زندان دید، 3 ماه داخل یک زندان بودم، زندانی که زیر سن بودن پسرا، چون اون وقت من انگلیش هم خیلی خوب بود و اونا فکر کردن که من بالا سن هستم، من بردن تو زندان بالا سن دا. نجیب اختطاف شد، اختطاف هم کردن تو را، زیادتر از جا کوشش کردن که سر نجیب تجاوز کنن، سرم تجاوز کنن، گوش نگی دیدم، پول من را دزد برد. ولی من همیشه نمیبینم، منفی نمیبینم، مثبتم میبینم. من توی سال زندگی کردن و مردم شناختم که زندگی چی است، مردم کی است، چی است. تمام تجربه که الان نجیب اینجا نشسته است از اون را یاد گرفته. نجیب توی آلمان چی کار میکنی؟ من صنف 9 مکتب خوندم، صنف 10 مکتب خوندم، رفتم رشته نرس اسیستنت خوندم که 2 سال بود پرستاری. الان هم پرستاری میخونم، یه سالش تمام شده، 2 سال دیگهش مونده که بخوای تمام شدم و هدفم این است که بخوای دکتر باشم. من میخوام فقط مثلا با آرایش و میکپ و استایل مثلا باشم، فقط میخوام که در پلوی زو در دکتری مثلا در نرسینگ چیزا باشم، بخاطر که دنیای مود و فیشن این تا آخر نمیمانه، یک روز نگوز ختم میشه و من میخوام یک وظیفه داشته باشم که در آینده به دردم بخورم. بخشی از مهمانهای تو زنها هستند که خب در مورد مشکلات زنها در جامعه افغانستان صحبت میکنن. یکی از اونهایی که باشون صحبت کردی اگه اشتباه نکنم اسمش خاطره بود، هشتگی رو انداخته بود به نام می بیکینی که بخوان از بدن خودشون احساس رضایت کنن. واو بسیار بود. این برای جامعه افغانستان یا هر جامعه‌ای که سنتی باشه تابو هستش، با این مدل ویدیوهایی که تو میسازی چطور برخورد میشه؟ مردم دوست ندارن، من قصد گفتم مردم دوست ندارن، مردم فقط دوست دارن که برای دیگران زندگی کنن. اما اگهشان اینجوری دوست دارن که انجام بدن، دوست دارن به دل خود زندگی کنن، دوست دارن برن آبازی برن، دوست دارن بیکینی بپوشن، ولی به خاطر دیگران و به خاطر ترس که از دین اسلام دارن به خاطر اون انجام نمیدن. و همین من میخوام به مردم بگم دلت میخوای حجاب کو حجاب کو، دلت میخوای بیکینی پوش بیکینی پوش، به دیگران فکر نکن. ولی در مورد مسائل زنان که صحبت کردیم، تو بیشتر مهمونات و زنها انتخاب میکنی، چرا مردها رو انتخاب نکردی؟ آیا صحبت کردن در مورد مسائل تابو برای
مردهای یا پسرهای افغان سخت تره، یا اینکه حاضر نمیشن بیان جلوی دوربین تو بشینن صحبت کنن؟ چرا مردم میخوان بیان؟ چند تا مرد من داشتم باشم مثلا بکردم، ولی خانوما در افغانستان یا پسرهای کم جنسکر ترسستن زیر فشار هستن و اگر سر بلند میکنن سر رو میبرن و من میخوام که اونا بیاین و حرف بزنن، چون هیچ کسی به اونا عقل نمیده، هیچ چنل هیچ جای عقل نمیده که اونا حرف بزنن. من میگم نه، و چنل من میتونه راحت حرف بزنن. مخاطبانت به نظر چه کسایی هستن؟ اونایی که روی یوتیوب میبیننت، اونایی که روی فیسبوک میبیننت، اونایی که روی اینستاگرام میبیننت، چه بخشی از جامعه رو تشکیل میدن؟ آیا همشون از افغانستانن یا نه کشورهای دیگه هم هستن؟ آیا همشون جوونن، زنن، مردن؟ میدونی که بیشترشون سنشن بالا، یعنی از 70 سالگی گرفته تا 5 سالگی. 5 سالگی هم تا بودن که مثلا ویدیو من میدیدن، تماشا میکردن. تو افغانستان هستن فالوورم، تو ایران هستن، تو ایندیا هستن، تو تاجیکستان هستن و یا کم تومی هم از آلمان هستن الان دیگه، یه از کشورهای همسایه افغانستان هستن هم میکشن. شده که کامنت هایی بگیری که توهین آمیز باشه برای در شبکه های اجتماعی؟ از 100% 99% همیشه منفی هسته، 1% که مثبت باشه با هم نمیفهم چرا مثبت میدن، چرا دلشان برما میسته. 99% منفی هسته که کامنت هایی که من میگیرم، ولی من خوش میشم میگم آه داره تاثیر میکنم، منم ادامه دادم میرم اینجوری ویدیو درست کردم میرم. صحبت هایی که در کامنت ها میبینی چه تاثیری روی تو میذاره؟ هر انسانی که بگه من سنگم، سنگ نیست، سنگم دل داره و یک روز نگوز میشکنه، یکان وقت واقعا وقتی که از همون خورد اصلا جگر خون میشم که کامنت های منفی میبینم، هرچی میگم برام بگم مهم نیست، بازم مهم است. چیکار کنم؟ مجبوری یک نه یک باید سنگ شو و آب شو، سنگ شو و آب شو تا که مردم یاد بگیرم. تو چقدر قوی؟ خب همه قدر قوی هستم که الان این روز به بی بی سی نشستم و انترویو میدم و راحت در مورد همه چیز حرف میزنم، ترس از هیچ کسی ندارم، دنیا را عقب گذاشتم. وقتی که بیرون میرم ترس از این ندارم که کسی میاد با چاقو نجیب میزنه، ترس از این ندارم که یکی میاد تو خانه نجیب، نجیب از بین میبرد. در ویدیوهایی که روی یوتیوب یا فیسبوکت هست در خیلی از مجالس هم میرقصی. ویدیوها چه بازخوردی داشته و علاقه تو به رقصیدن از کجا میاد؟ از چه سنی شروع کردی رقصیدن؟ من رقص کردن از سن خوردی کوچیکی دوست داشتم، ولی نمیدونستم که من میتونم رقص کنم. فکر کنم من نمیتونم رقص کنم. وقتی جرمنی اومدم اینجا تو خونه یک چند دفعه تمرین کردم، رقصیدم تو ستالودا، خود دوستام گفتن واو واقعا خوب بلی دنس میکنی، رقص عربی خیلی خوب میرقصی. وقتی که من دیگه اینقدر مثبت میگن منم ادامه دادم. روی یه سری از این ویدیوهات لیپسینگ میکنی و میخونی مثل خواننده ها یا سلبریتی های معروف افغان هم هستن بیشتر تا جایی که من دیدم، و هندی. بله درسته. اینها رو برای این خود این سلبریتی ها یا خواننده ها فرستادی و بازخورده اونها رو ببینی، یا اینکه دعوت شدی به کنسرت های اونها که با اونها باشی، تو محفل اونها حضور داشته باشی؟ یک هنرمند افغانی به نام غزل عنایت مرا دعوت کردن تو برنامه خود، تو شو خود دویانا. بسیار تشکر که اولین هنرمندی که مرا واقعا در یک شو خود دعوت کردن اونا، ولی رمش شفا حمایت میکرد، یک ویدیوی من در پیج خود شیر کرد و گفت که من از این پسر حمایت میکنم هرچی که هست، و من تشکر میکنم از رمش شفا و غزل عنایت که مثلا من حمایت کردن. و زیادت از کسرده که من میرم اونا بر فایده خود فکر میکنن، اونا میخوان که مثلا مردم بیاد و پول گیرشان بیاد، و یه مگه مایت از خودم هم میشه. بسیار تشکر میکنم کسایی که مثلا من تو کنسرت خود دعوت کردن. بله. در مورد خواننده های هندی هم گفتی، تا جایی که من میدونم هندی هم بلدی صحبت کنی. ته این ماجرا کجاست؟ میخوای وارد بالیوود بشی یا نه میخوای تو همین نرسینی که خودت داری میخونی، پرستاری که میخونی، راه خودت رو ادامه بدی؟ من میخوام برای افغانه خود کار کنم، بخاطر که هندوستان، ایران، دیگه جاها دارن پسرهای دارن کارایش میکنن، افغانستان نداره. افغانستان اولین بار کسی میبینه مثل نجیب، و من میخوام برای افغان خود کار کنم. اگر نه من زبان اندیریات دارم، من اگر میتونستم تو به دنیای پاکستان و دنیای هندوستان باشم، دنیای آلمانی باشم، آلمانی هم پرفکت یاد دارم، میتونستم برای افغان برای آلمانی کار کنم، ولی من میخواستم برای افغان کار کنم، چون افغان چنین کسی مثل نجیب ندارن.
خب خیلی در مورد نجیب داری صحبت میکنیم الان، خودت هم داری نجیب مخاطبش میکنی، نمیگی من. حالا این نجیب استایل آرایش کردنش رو از کجا یاد گرفته؟ بخدا از اول از می از ریمل کردن و با اول استرم کردن با ریمل کردن با لیپسرین باز میکاپ آیسانه میگه خدای که شروع شد باور کنه. من نمیدونم، درک نمیکنم که من ندیدم توی یوتیوب گان وقت کامتون دیدم، ولی جونی که من کلا ببینم که چه رقمی هست، چون اگه دیده باشین من استایل میکاپ من فرق داره با میکاپ که کس دیگه میکنم دیگه. من سایه زدن تو چه جوری یاد گرفتی؟ من بلد نیستم اینجوری سایه بزنم. تو خیلی قشنگ رنگای مختلف با هم دیگه استفاده کردی، ست میکنی همه رو با هم دیگه. خب هر کدوم استایل خود داره دیگه، نمیشه که من نمیتونم شما رو مقبول آرایش کنم دیگه. هر کدوم استایل منو یکی دیگه آرایش کرده. خب اینجوری دیگه بخوام میشیدم و هر چی که مثلا مقبول تر میگفت فکر من تمرین فقط تمرین کردم و یاد گرفتم. قصد اینو داری، چون روی یوتیوبت من دیدم که میکاپ با نجیب هم یک ویدیوی بود، میخوای وارد اون وادی بشی یا اون راه هم بشی که مدل آرایش کردن و به پسرها مشخصا بله. خیلی تاکید داری یاد بدی یا نه بله. میخوای فقط بذاری بحثای تابو شکن رو با یه سری از زنها یا مردهای افغان تو برنامه چای با نجیب داشته باشی؟ من دوست دارم همش انجام بدم، دوست دارم دیزاین کنم، میکاپ کنم، انتری داشته باشم، دانس کنم، همه دوست دارم، ولی متاسفانه چون پیش من الان اینقدر امکانات نیست، از کامره نیست که من بتونم توتوریال درست کنم، میکاپ درست کنم، نشون بدم، و وقتش نیست که من مثلا عمل انجام بدم. من میبینم که چی زودتر عمل انجام دادم میتونم عمل انجام میدم، چیزی که نمیتونم میمونم بعدنش. چند وقت تو هفته وقت میذاری برای اینکه این یوتیوب ها رو بسازی و ادیتشون کنی؟ چون بعضی از اونها ادیت هم شدن. نه. ادیتشون کنی و بعد بذاریش روی یوتیوب یا فیسبوک؟ تمام سوشال میدیا همش خودم انجام میدم، فقط هفته یه بار و همشم. چرا شنبه ها؟ بخاطر که من برای این هفته کار میکنم، دوشنبه تا جمعه شنبه فقط بیکارم که مثلا منم انجام میدم، یک شنبه فقط میخوابم، تمیز کاری میکنم، آشپزی میکنم و دوستم میرم بیرون میرم. چقدر دوستات در آلمان از اینکه تو انقدر راحت هستی، با خودت راحتی، با مخاطبات راحتی استقبال میکنن؟ یا حتی ممکنه بعضی موقعا بگم نجیب مثلا اون حرفو که در برنامه زدی نباید زدی، مثلا مردم دوست ندارن. چقدر اینا اینجور برخورد میکنن؟ فالوورم من میگه نجیب چای با نجیب واقعا خیالی بود، ولی در مورد سکس با سوال نمیکردی، این برنامه واقعا خیلی خوب بود، در مورد این حرف نمیزدی. من میگفتم که چرا سکس بد میبینید؟ سکس آخه چیز بد نیست. اگه سکس نمیبود هیچ کدوم ما نمیبودیم، دنیا از طریق سکس میچلن. پس چرا در مورد چیزی که تو دوست نداری، شاید یکی دوست داشته باشه، شاید اون دوست نشه، شاید یکی دوست داشته باشه، شاید من دوست دارم، چیزی که من دوست دارم من میخوام در موردش حرف بزنم، یا اون کسی که به برنامه مثلا اون شاید دوست داشته باشه حرف بزنم. پس چرا ما میشه باید به دل شما را زندگی کنیم؟ سارا زندگی کردیم دیگر بس. خانوادت آیا برنامه های تو رو میبینن؟ بله خانواده، اما شاید از خودم که برنامه من اونا زیادتر میبینن، تعقیب میکنن، چون برایشان میفرستن، فامیلا برایشان لینک میفرستن که ببین پسر دوباره چی گل با آب زده، چی کار جدیدی کردم. برخوردشون با چی بوده؟ فامیلا خامیشه مثلا فاشم دادن، دام دادن و گفتن که دیگه پسرم نیست دیگه، دیگه تو نام من خراب کردی دیگه، نمیتونه ما با جامعه چیشیم با کس دیگه نگاه کنیم. تو چی گفتی؟ من فقط گپاشم گوش کردم، چیزی نگفتم، فقط یکم وقت که خیلی اونا گریان کردن و گفتن، منم اشکام ریختم، جز چپ دیگه نگاه کردم، گفتم خلاص شما دل خالی کنین، هر چی میگین بگین، من چیزی نمیگم، چون حق داره که اونا بگن، چون اونا چیزی تا این بود ندیده بودن، چون هرچی نباشه تو جامعه افغانستان هستن این ناممکن است، این کاری که من میکنم. تو این سالها که از افغانستان اومدی بیرون بر نگشتی به افغانستان؟ فکر میکنی یه روزی برگردی؟ خیلی دوست دارم برم برگردم تو کوچه افغانستان، برم تو کوچه‌ای که این تمیز نیست، تو کوچه‌ای که سرسده زیاد هست، تو کوچه‌ای که گلی هست، خیلی دوست دارم که برم اونجا، خیلی دوست دارم که مثل عادی زندگی کنم، خیلی دوست دارم که دوباره نجیب اول باشم، طبیعی زندگی خود بکنم، ولی نمیتونم، ولی خیلی دوست دارم، شاید یک وقت برگشتم که آلات در افغانستان خوب بود. سلبریتی محبوبت کیه و کی رو بیشتر فالو میکنی، چه از لحاظ ظاهر چه از لحاظ الگویی که برای خودت قرار بدی و استپ بای استپ پله به پله بخوای اون رو رول مدلت قرار بدی و به اوج خودت برسی؟
هر کدام از خود یک رای داره یا یک استپ داره که هستا که من کسی نمیبینم، ولی من از آوازخانه خارجی نیکی میناش خوشم میاد، شاید بیشتر از این او خیلی خوشم میاد که اگر وقت ویدیوش نگاه میکنم و اون هاتنس و سکسی که مثلا او هستا خوشتم او رقمی باشم، ولی من فکر نمیکنم که مثلا من کسی که هستا اونجوری باشم. نه اگه الان رو به دوربین مخاطبای ما دارن نگات میکنن، چه در افغانستان، چه در ایران، چه در تاجیکستان، چه در هند یا پاکستان که تو گفتی، چی داری به پسرهایی که دوست دارن مثل تو باشن بگی؟ من فقط به شما یک چیزم بگم، کوشش نکنه که کلمه کاش بگوین، کاش وقت ته شده، کوشش کنه که انجام بدین. دلت میخواد هر مرد و هر مرد 15 اس تفلانه و 15 اس زنانه در وجود خود داره که او پات میکنن، دفن میکنن در وجود خود. پات نکنید، دور زندگی است، انجام بده. وقتی که 50 60 70 شدی وقت میگی کاش که این کارو میکردم، نمان که او روز برسه، انجام بده، فردا معلوم نیست که میاد یا نمیاد. خیلی ممنون از اینکه امروز در بی بی سی فارسی همراه مرسی. من بودی. میتونی الان بقیه چای تو بخوری. مرسی. یک جان تشکر، واقعا خوشحالم که شما مد برنامه خود دعوت کردید. خواهش میکنم، خیلی متشکرم. تشکر. خدافظ. خدافظ.